در جستجوی حقیقت روزنه بسوی آرامش روانی و امنیت ملی. به نام خدای علیم و حکیم، حضور همه دانشمندان حاضر در مجلس عرض خوش آمدید دارم و تشکر میکنم که در سیمینارهای رادیو کتاب تشریف میارن و نتایج تحقیقاتشان که حاصل سالها زحمات است در اختیار مخاطبان رادیو کتاب قرار میده تا همه با هم گام مثبتی در جهت آرامش روانی و امنیت ملی برداریم. در دو برنامه گذشته دیپلماسی چیست و دیپلمات کیست پرداخته شد به مواردی که آغاز دیپلماسی از کی شروع شده و تقریبا گفته شد که همزاد انسان است، به خاطر که از زمانی که انسان به تبادل افکار و برای رفع نیازهای خود برای ارتباط احتیاج پیدا کرد از امو زمان دیپلماسی آغاز شد. و بعدش هم پرداخته شد در مورد دیپلماسی، تاریخ دیپلماسی در افغانستان و با در نظر داشت رعایت بی‌طرفی که یکی از اصول رسانه است، گفته شد که دوران ظاهرشاه مرحوم اعلی حضرت ظاهرشاه، باید بگویم که واقعا خوب بود در بین حکومات افغانستان، این درخشانترین دوره دموکراسی بود. سوالاتی شد و عاطف صاحب با محبت تمام او سوالات جواب داد. اما در برنامه امروز، در قسمت اول برنامه، انجینر صاحب عباس احمدی مرور میکنه به آیات متبرکه که مرتبط با دیپلماسی در قرآن است. طبق وعده ایشان این صحبت هایشان در 20 دقیقه ختم میکنه و ما امیدوارم که اگه بتانه در 18 دقیقه ختم کنه خوبی خوب میشه، اگر همو 20 دقیقه هم شوه خوب است. بعد از او عاطف صاحب میپردازه به ادامه سیمینار و از هر جایی که ایشان آغاز میکنه ما سراپا گوش هستیم. بنابراین دوستا سوالات خود یاد داشت بکنن، در قسمت دوم ما میتونیم سوالات مطرح بکنیم و البته که برنامه ها ادامه دارن و برنامه بعدی ما 28 آگوست خواهد بود که با موضوع آیا قرآن بدون تفسیر خوب درک میتونیم یا با تفسیر خوب درک میتونیم، که در این مورد یک بحث کوتاهی بود بین عاطف صاحب و همچنان دکتر صاحب کبیری که حال در مسافرت است بخیر. صد البته که در رادیو کتاب بحث است، مجادله نیست، و بحث یعنی روشن نمودن حقایق. انجینر صاحب عباس احمدی، مایک در خدمت شماست، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار از عزیزایی که فعلا در رابطه با قرآن عظیمشان کار میکنن و بنده حقیر هم به حد توانایی کمی که خداوند داده کار میکنم، براسی کمی یک مطلب میتونیم بگویم که هر بخش های را که انسان ها در اون قسمت ها میرسد، یعنی با اطمینان گفتم میتونم که در قرآن عظیمشان و یا احادیث صحیح پیامبر گرامی اسلام آمده. منتها وظایف هر یک از مسلمان ها شاید امی باشه که قرآن عظیمشان به قول اقبال لاهوری که امو مغزش ازش استفاده کنیم. من در اکثر جای ها که میرم میبینم قرآن عظیمشان به عنوان ثواب خوانده میشه در فاتحه 2 ساعت اینا، اما معنایش خوانده نمیشه و همینطور بسیار به عنوان ثواب میخورن، اما اگر در خواندن قرآن ثواب است، ثواب عمده فهم آن کتاب است. ببینید مثلا در همین رابطه با دیپلماسی، سوره مبارکه نحل است آیه 125 یا 128 ده مورد از دیپلماسی را میگه. در یکی از سوره های مبارک که دیگه 12 مورد ما پیدا کردم که بازم
علمای عزیز ما هم از خواهر و برادرها را دعوت میکنم مسابقه در خیرات باشد تا 28/8 که او 12 آیات دیگر هم سوریش پیدا کنند که کلش سیستم دیپلماسی اسلامی را نشان میدهد. دیپلماسی همطور که برادر عزیز و گرامی ما جناب آقای عاطف صحبت کردن، اگر ما ای را به سادگی بگویم که مدیریت برخورد مسالمت آمیز در اجتماع یک کار فوق العاده عالی هست و امروز در سوره نحل از آیه 125 تا 128 لب لباب مهمترین دیپلماسی اسلامی را نه تنها بر مسلمان ها بلکه بر تمام جهان و غیر مسلمان ها خصوص علما و دانشمندا نشان میده. اولین مسئله که میگه ادعو الی سبیل ربک. شما مسلمان ها، شما انسان های فهمی، انجینیر سید بله با معذرت، اگر عربی آیات نخونین فقط فارسیش ممنون میشم. ما بسیار خلاص میخونم عربیشه، چون من خودم بسیار بهش ایمان دارم که عربی و فارسی خوانده شد. یکی از استادای دانشگاه در مسجد ما میگه تنها فارسی شه بخونین، بعضا ما میگه دو دلیل دارم صاحب به این مورد. یکی، فقها خیلی اشکال خواد گرفت اگر زیر و زبر اشتباه خونده شوند. دوم، بر ذخیره وقت باز اختیار با شماست. بفرمایید. خواهش میکنم. اما ما چون از طفلی پیش از یک مکتب برم قرآن با تجویدش خوندیم، زیر زبر شد درست عمل میکنم. بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. شما که میگه دعوت میکنین، اول اگر میخواین که موفقیت داشته باشین تنها بر پروردگار باشه، بر احمد و محمود، حتی بر پیامبرای الهی و اماما و اینا نباشه، یعنی خالصا لله باشه. ادعو الی سبیل رب. چطور دعوت میکنین به این راه پروردگار؟ اولینش با حکمت است. حکمت و حکیم و محکم و حاکم و اینا که ما از لغتش بررسی کنیم، یعنی دلایل بسیار قطعی. و من یک مثال میذارم، یک نفره که برش بگویم چهار جمع چهار، وقتی که میگه اشت، ای اشت دقیق و درست است، چی در چین باشه، چی در ژاپن، چی در آلمان، چی در افغانستان، در هر مرحله تاریخ بسیار دقیق و چیز هست. با علما کنم صحبت میکنه، با حکمت صحبت کنه. حکمت هم به اصطلاح اما علم دقیق هست که هیچ گونه خلل درش نیست. البته بر علاوه از این که من مطالعه کردم فرق دو تا عالم چیست. مثلا دو تا دکتر ما داریم، هر دوش عالم هست، یکیش سکرت میکشه، یکیش سکرت نمیکشه. اوی که سکرت نمیکشه او حکیم هست، یعنی هم عالم هست هم عمل کننده. و حکیم کس را میگن که او چیزایی را که درک میکنه خودش را در زندگی خود پیاده میکنه. دوم، یک راه دیگه هست که موعظه حسنه. شما شاگرد دارین در یک دانشگاه، شاگرد دارین در مکتب، شما واعظ هستین در یک مسجد، شما میتونین توهین‌آمیز هم بگوین، کلگی اعصابشون خراب میشه، درسای شما رو گوش نمی کنن. اما خداوند برای ما نشان میده که شما اگر امون موضوع رو میگین به شکل حسنه و خوب و زیبا باشه. البته در این قسمت عالم مارکتینگ و اینا که رسیده چقدر به خوبی یا که خنده کنین و با خوبی بپشانی با امثال از این، ولی قرآن از این نشان ما 1400 سال پیش این مسائل مطرح کردن. مسئله سومی، و جادل هم بلتی هی احسن. اگر شما با یکی دیگه تان بحث میکنین فوق العاده
احسن باشه. یکی حسن است ای حالت عادی، مثلا بگویم از بین 1 نمره تا 100 نمره بگویم 50% خوب باشه، اما در حسنه شما 100% باید به عنوان یک بندی پروردگار، به عنوان یک دعوت کننده به سوی پروردگار 100% شما با طرف مقابلتان برخورد عالی داشته باشین. ما شما در دیالکتیک اینا شنیدیم که طرف مقابل عیبایش پیدا کن و به زمین بزن، اما در قرآن عظیم شان ما به یک دوست آلمانی با که کدش گپ زدم گفتم وقتی که خودت با من مجادله میکنی، مجادله ما ایست که اول ما خودت که اتیستم هستی شخصیتت به عنوان یک شخصیت انسانی از صمیم قلب باید از قلبن احترام بگذارم، نه ای که ظاهرن، یعنی که من تو را به عنوان یک انسان و یک مخلوق خدا مثلا میبینم. و در اسلام که من برداشت دارم از او اسلام که هیچ گونه جبر در مسلمان ساختن اجازه آدم ندارم، از او سبب من وقتی که بحث میکنم، وقتی که من مثال زدم که گفتم اگر 4 جمع 4 10 نفر، یکی میگه 9، یکی میگه 10، یکی میگه 7، اما یک نفر حتی از افریقا آمده بدون پول هم هست اما میگه 8، اونمو 8 که درست است او رو باید آدم تسلیم شود. و پیامبرای الهی و ما شما که پیروان پیامبرای الهی هستیم، یک کس را که کدش مجادله میکنیم فوق العاده به شکل احسن شخصیتش احترام بگذاریم، و ای اگر در زمین میخوره ما مانا هدف ما نباشه که در زمین بخوره، بلکه امو مثلا 4 جمع 4 مساوی به 7 میگه، بعد مثلا ما نشانش میدیم که ای 8 است، ای را امو راه حل نشان میدیم و ای هم تسلیم امو منطق درست میشه، ای دوست ما میشه. و چرا پیامبران الهی زیاد موفق بودن؟ برای از اینکه اینا از همین روش های جدال احسن شروع میکردن. شما در تلویزیون ها ببینین در بین مسلمان ها، مسیحی ها، یهود ها، اونایی که برخوردار از اصل دعوت انبیا نیستن، اینا بسیار زشت برخورد میکنن، رشخند میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن اگر یک طرف مقابل نفهمید. اما ما چرا طرفدار عزیزم که قرآن با معنایش آدم بفهمه، و وقتی که بفهمه امو روش آدم خود به خود کنترل شده میباشن. اینی سه راه سبیل رب که شما مقایسه کنین با یک اوتوبان. در این اوتوبان اگر یک جای از این اوتوبان یک قسمتش بسته می باشه، شما از کوچه های فرعی میایین داخل این اوتوبان، مثلا از شهر هانوور میرین هامبورگ، حالا مثلا یک نفر هست که تنها خوش داره که مثلا یک سخنرانی را گوش کنه یا از یک معلم یاد بگیره، برای ازیا شما موعظه اصلا نمی کنین. شما با یک پروفسور گپ میزنین، این عالم از دانشمند است، شما با حکمت با او گپ میزنین. اگر یک کسی از طرفین میخواه که با شما بحث کنن، شما که مثلا به دین مقدس اسلام و ای آیات قرآن یا آگاهی دارین، باش مجادله احسن میکنین. اما اصرار کردن و ای که گپ من 100% درست است اینا نباید آدم انجام بده. خداوند در جمله دیگهش میگه ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. خداوند آگاه هست که کدام شما 4 جمع 4 8 میگه، کدام شما 4 جمع 4 7 میگین، کدام تان غلط میگین، کدام تان درست میگین. تا اینجا در جامعه هایی که مثلا ما شما در آلمان هستیم، در کانادا هستیم، جامعه است که حداقل فعلا انشالله که همیشه هم تو باشه که جنگ و جدال نباشه،
و ایسی رویه ها ما رفتار میکنیم. اما اگر در یک جامعه می باشه که مثلا خصومت و دشمنی می باشه، خداوند در آیه 126 میگه و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم بهی ولئن صبرتم له هو خیر للصابرین. مانای از این هست هرگاه خواستید مجازات کنین تنها به مقداری که به شما تعدی شده کیفر دهید، و اگر شکیبایی پیشه کنید این کار برای شکیبایان بهتر هست. خدای نخواسته دو تا قوم هست، دو تا مملکت هست، اینا بینشون یکیش که شما ها پیرو مثلا قرآن می باشین، پیرو پیامبرای الهی می باشین، پیرو اماما می باشین. اگر مثلا 5 نفر شما را کشتن، نهایتش 5 نفرشون را بکشین، اما نمیتونین که 500 نفرشون را بکشین یا 40,000 نفرشون را بکشین. و در این مفسرین عزیز میگن که در این قسمت ها در رابطه با جنگ احد است، وقتی که حضرت پیامبر گرامی اسلام تشریف میاره میبینه که حضرت حمزه را جگرش پاره کرده و بسیار بسیار ناراحت میشه. در آیه 127 میگه، باز تکرار میکنه خداوند، واصبر و ما صبرک الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صبر کن و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشد و به خاطر کارهای آنها اندوهگین مباش و دل سرد مشو و از توطئه‌های آنها در تنگنا قرار مگیر. خداوند با کسانی است که تقوا پیشه می کنند و کسانی که نیکوکارند. در این آیات کریمه در حالت که اگر جنگ و ستیز هم باشه، حتی اگر در بین فامیل هم خدای نخواسته دو تا برادر می باشه، یکی سردگی خود حمله می کنه، اگر اون برادر که یک سلی هم خورده امون لحظه گذشت میکنه، پس اون برادرش بسیار بسیار شایمان میشه که چطور من این برادر خوب خدا زدم. اما اگر امور یک سلی میزنه، او برادر اجازه داره که یک سلی پس بزنه، اما نهی که اگر قوی باشه مشت و لغت و امثال ازی بزنه. وقتی که حضرت پیامبر ما میبینه که حضرت حمزه سید و شهدای آن زمان مثلا جگرش کشیدن و مسله کردن، مسله یعنی میفهمین که مثلا بینیر میبرن، گوش میبرن، امثال از این. پیامبر گرامی اسلام یک انسان هست، امون لحظه در تفاصیل میگه که تصمیم گرفتن که ما هم مقابله به مثل بکنم. بازایات خداوند آمد که گفت شما اجازه ندارین هر کار را که دیگران میکنن، یعنی مسئله کردن اجازه نیست. اما اگر گذشت کنین که بسیار بسیار عالی است. و به مو حساب حضرت پیامبر ما وقتی که به مکه میرن با 10,000 سپاه، یعنی شما فکر کن زمان مکه و اینا بسیار خرد بود، یک کس را که از مکه کشیدن و هیچ اجازه صحبت کردن نمیدادن، با 10,000 سپاه آمد و شبانه در دوربر مکه کل مجاهدین مسلمو چراغایی که داشتن روشن کردن. طبیعیه که کل مردم مکه ترسیدن و ابو سفیان آمد و اون داستانش شما از مکه در بهتر میفهمین. بعد روز که آمد و خانه کعبه را از بت و اینا پاک ساخت، مردم مسئول کردن که تو از ما چی میخواین؟ گفتن ما غیر از خیر و خوبی از شما هیچ چیز ندیدیم. پیامبر زور داشت، قوی بود، 10,000 سپاه داشت، گفت کلتان مورد عفو خدا قرار میگیرین و بخشیده میتونه. این همی بخشش ها که احمدی سب بله فقط 2.5 دقیقه شما مانده، اگر جمع‌آوری کنین سب. بله این دونیم دقیقه جمع آوری میکنم. خلاصه که در روش انبیای بزرگوار ما امیسته که وقتی که شما
اول بسیار منظم پیش برین، کارایتان دقیق باشه، و اگر قدرتمند بودین همیشه ببخشین. حضرت پیامبر ما مردم مکه را بخشید، حضرت یوسف علیه السلام برادرای خود بخشید. در این قسمت باز اگر سوال بود، باز من تک تک همین 10 مورد میتونم نام بگیره. اینی یکی از بخش های مهم به اصطلاح دیپلماسی اسلام نشان میده، و هر چیزی که بشر بهش میرسه حتما خراب نیست. بسیار چیزای خوبش ما آدم بگیریم، ما چیزای خرابش نگیریم. مثلا ما و شمایی که اهل قرآن هستیم، اهل مطالعه هستیم، بسیار وقتا روش های ما روش های خوب است. اما من در تهران در عروسی هایی که رفتم، اونجا همین کسایی که مطالعات تحصیلی ندارن، مطالعات کوچک دارن، مثلا از اروپا اینا پیشان میگه دستتان اتر بتین، اتر بغل کنین، در حال که همین سلام دادن پیامبر ما و ما که از ابتدا که میریم سلام میتیم خورد و کلان، اینا کلش روش های دینی رو نشان میده. تشکر از شما و آخر دعوام ان الحمد لله رب العالمین. اگر سوال جوابی بود تشکر انجینر صاحب، واقعا عاشق قرآن هستین. تا یک مقدار بحث بنده به عنوان مجری خدمت شما عرض میکنم که دیپلماسی اسلامی با حکمت باشه، برخورد حسنه باشه، یعنی خوبترین وجه برخورد بکنه، رویش پیامبرانه داشته باشه، و دیپلمات مسلمان متوجه باشه که همیشه در اعمالش خداوند شاهد است، و در مورد انتقام گذشت داشته باشه، تکیه بر صبر کنه. بعد سوالی که در ذهن من ایجاد شدی که فتح مکه به نظر من ربطی به دیپلماسی نداشت، و همچنان مثال شما در مورد عروسی در تهران. اما ما شما اجازه میخواهیم که جواب را فعلا ارائه نکنین، باز یک برنامه ما از مسافرت که برگشتم با شما میگیریم، 2 نفری انشالله تایب میکنیم. درسته انجینر صاحب؟ اگر دست جمعی باشه که دیگر اگر دست جمعی دوستا آمد فبه ها، اگر نامد باز ما و شما دو به دو، به خاطر که برای بیننده ها باید روشن شود. اصل مخاطبین رادیو کتاب است. بزرگوارا را دعوت میکنیم ولی طبعا اجباری نیست. فقط اما یک یک نکته هم برای تذکر 30 ثانیه‌ای که امی که مثلا گذشت پیامبر ما در فتح مکه، این دیپلوماسی رو نشان میده که شما که قدرت داشتین عفو کنین و مردم فوج فوج میان به دین شما. حالا ببینین هیتلر یا مثلا نیتانیا و کینا قدرت دارن، از زور خود چی قسمی رفتار میکنن با آدم های ضعیف. بسیار تشکر سب. خب یک نکته را من میخوایم اینجا توضیح بتم. شما گفتین که اقبال میگم مغز از قرآن گرفته، ما قول اقبال نشوندیم، ولی شعر مولانا در ذهنم تداعی شد که ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. اگر شما در این مورد شعری از اقبال یادتان است بگوییم که برای مخاطبان روشن شود، اگر نه پس امکان داره که از مولانا بوده باشه. خب بسیار خوب، مولانا تشکر سید. مولانا هم راجع به قرآن ایچی چون مخاطبان جوانا هست اینا، تذکر دادم. عاطف سید نوبت شماست، بفرمایید. سلام و بنام خدا و سلام به حضور همه عزیزان و دوستای حاضر در برنامه، بیننده ها و شنونده های عزیز رادیو کتاب، و یک تشکر ویژه از جناب محسن صاحب، و یک تشکر هم دارم از جناب انجینیر صاحب به خاطر توضیحات بسیار عالمانیشون استفاده بردیم. تا جایی که من بیادم از برنامه قبلی تا قسمت های رسیدیم به بخش های از دیپلماسی در افغانستان و مخصوصا در دهه اخیر رسیدیم، ولی در اخیر یک سلسله مسائل طرح شد که با یک مقدارش پرداخته شد و با یک تعدادش پرداخته نشد. ما میخوایم امروز به مو بپردازیم، و البته با همکاری دوستا و دانشمندای حاضر در برنامه که حتما من همکاری میکنن تا این گوشا و کنارای از این مسئله باز شود. جناب موسیلی سب مسائل طرح کرده بودن، ولی قبل از اینکه به مسائل طرح شده جناب موسیلی سب بپردازیم، آقای کاظمی، جناب کاظمی سب هفته گذشته 2 تا مسئله طرح کرده بودن که با یکش پرداخته شد متاسفانه،
شاید ما به اساس فراموشی کردم یا فراموشم شد، یا هر مشکلی که بود به مسئله دومش پرداخته ندونستیم که میخوایم مختصر به مسئله بپردازیم. ایشان پرسیده بودند که دیپلماسی موروثی است یا باید باشه یا نباشه. مختصر میخوایم بگیم که اگر دیپلماسی را ما بسیار ساده تقسیم بندی بکنیم به اساس ادوار تاریخی، میریم به صداهای باستان، قرون وسطا و مدرنیزه شدن دیپلماسی. در صداهای باستان خوب قدر زیاد مد نظر نبوده، در قرون وسطا واقعا دیپلماسی موروثی بوده، پدر سفیر بوده، بود بچه سفیر بوده، یعنی سفیر و سفیر دائمی نبوده، ولی امو کشوراش و دولت ها وقتی کس را تعیین میکردن بعدش میرفتن بپره، ولی وقتی که یه حوزه تخصصی میشه، یه حوزه شامل حوزه شامل حوزه مطالعاتی میشه، دیگه مسئله چون مسئله رفعی بودن پیش میره، شک اشکال موارثیش از بین میره. اما ای که در عمل در کشورهای مختلف چگونه تطبیق میشه، یک تیوری بود ولی عملیش چی شکلی است متفاوت تر شاید باشه. ما یک نمونه های بسیار کوچک شما میخوایم، کوچک نیست، نمونه بزرگ شما ولی بسیار مختصر میخوایم بگیم. نمونهش امی کنفرانس بود یا مذاکرات بود که بین دولت افغانستان و گروه طالبان به ابتکار قطر، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا در دوحه برگزار شد. شاید یک چانس بوده باشه بر دولت مردای افغانستان که برن به اینجا و یک دیپلماسی خوب داشته باشن، وضعیت به نحوی که میخواین دلخواهشان نگهداری بکنن، که شاید حفظ وضعیت آسان هم نبود با او وضعیتی که با او فساد اداری گسترده و فساد اداری که ما میفهمیم دوجا بوده وجود فساد داشت. اداری و سایر گدودی ها. زیاد من نمیخوایم که چیزش کنیم، من بگم فساد اداری سیستماتیک و گسترده که وجود داشت، ولی با آن هم یک چانس بود میشد اونجا کارهای انجام بتیم. اما ما از دولت طرف دولت افغانستان کسایی که رفته بودن به اونجا به عنوان به موش به اشکال موارثی دیپلماتیک رفته بودن، بچه کسی رفته بود و خواهر کسی و برادر کسی و یک تعداد وکلای پارلمان، ما نتیجه هم دیدیم، نتایج هم مشخصا ما دیدیم که چی نتایج به بار آورد. به دلیل از اینکه یک تعداد از او دوستای بزرگوارای کجا بودن به خاطر حراست از قدرت قوای قدرت یا پای پدر و برادر خواهرش خودن هم کوشش میکردن، و یک تعداد دیگه هم از خانم های بسیار عزیز ما بودن که فقط یگانه چیز را بسیار به تندی محکم گرفته بودن که حقوق خانم ها، خانم های محترم من را متهم نکنن بزن ستیزی، ما یکم چون نظر ندارم، ولی هر سخن جای و نقطه مکان دارد، ما خانم ها را در جای میتونیم داشته باشیم یا حراست بکنیم که وضعیت به شکلی که خود ما میخواهیم به دست داشته باشیم. اونجا وضعیت طوری نبود، اگر یک دیپلمات حرفه‌ای اونجا می بود در مرحله اول در مذاکرات اول میفهمید قضیه چه قرار است و دیگه در پای حرفا نمی بود، برمیگشت به افغانستان و میفهمید که دیپلماسی و مذاکرات در اونجا نیست بلکه جای دیگه است، باید از جای دیگه را ما بریم به دیپلماسی که او مسئله ملی بود، از آن آمه بود، مثلا کشورهای منطقه و کشورهای بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ بود که اونا رو ما آگاهی دیگه می دادیم، یا مثلا اونا رو همسو می ساختیم با خود، با دادن یک سلسله امتیازات یا پا می تانستیم از حداقل اگر از ورود طالبا جلوگیری نمی تانستیم، ولی وضعیت به این شدت که امروز است به این شدت نمی بود و مطمئنن که وضعیت از این بهترتر می بود، یعنی تا حداقل وضعیت کنترل شده می بود. اگر ما اگر دیپلماسی دقیق می داشتیم، دیپلمات عرفانی می داشتیم، در اونجا می فرستادیم، نه ای که به شکل معارضیش، و ما نتایج شم دیدیم که اونا و بیچاره اصلا از وضعیت که قرار بود واقع شد و خبر نداشتن، اصلا تحلیل و بررسی نداشتن که چی قرار از شد. اونا از یک موضوع بسیار برتر می خواستن صحبت بکنن، در حالی که موضوعی که اینا داشتن برتر نبود، موضوع بسیار بسیار پایین تر از طالبا تا بود و طالبا خودشان بسیار از اینا برتر می دازن. مثلا اگر من فراموشم نشده باشد، اولین باره که مسئله خانما پیش آمد، طالبا در جواب کرد خب دولتی که باوجود به باز امو دولت روی مسائل تصمیم میره، اونمو جا اگر دیپلمات عرفانی می بود من این مسائل اونجا وقت تاکید بکردم، ولی گوش شنوایی وجود نداشت، اونمو دیپلمات عرفانی اونمو لازم می فهمید قضیه چی قراره. با این که تیوری سنای قوی بین از این مردم ها تیوری سنای قوی هم بود، ولی من این فهم اونا به عمد خودشان به نفهمی زدن یا این که متوجه قضایی نبودن که قرار از چی شود. ولی به همالش کوتاه و مختصر که در زمانهای در حتر حاضر با پیشرفت تکنولوژی با پیشرفت و گستندگی
واهمیتی که دیپلماسی داره. دیگه دیپلماسی به شکل موروثیش مورد عمل نیست و دیپلماسی یک عرفه است و دیپلمات همشون عرفهی است. این قسمت بود که خواستم بدون توضیح نمونه برای جناب کاظم صاحب تشریف ندارن، امیدوارستم که این بشنون و ما را از که در دور قبلی به این پرداخته بودیم مفهوم کنند. سه مسئله را که ما اینجا یادداشت گرفتیم جناب موسوی صاحب طرح کرده بودن، ما او را به سلسله مراتب تاریخی میخوایم به او بپردازم. اولش این بود که بعد در هفته قبلی گفتم که بعد از یک مدت 2-3 سال که حکومت نوپای جمهوری اسلامی افغانستان باز مشکلات دیگه پا تمام شد و نوازسازی دیگه پا آغاز شد، کم کم دیپلماسی ما به شکل قبلیش برگشت. ایش وقتی که من اونجا گفتم از لحاظ کمی بوده، از لحاظ کیفی نبوده، به هیچ عنوان نمیتونین شما دیپلماسی که صورت گرفته، دیپلماسی که یعنی نهاد دیپلماتیکی که ما داشتیم از لحاظ کیفی رفته باشه با گذشته. از لحاظ کمی مثلا نهادسازی شد، دوباره ادارات ایجاد شد، یکی دو تا سه تا ریاست های مشخص و معین ایجاد شد، ریاست سرحدی و من اینفهم ریاست ارتباطات و آرشیو، مصاحبه کامپیوتر شدیم، مصاحبه اینترنت شدیم و این حرفا. ولی ای که ما از لحاظ کمی مشکلات خود داشت، یکی از مشکلاتش همی بود که تا یکی دو سه سال چهار سال اول لقمان سر که تشریف می داشتن، شاید من حرفای به تایید بکن و شاید دوستای دیگر، وزارت خارجه وزارت میان گروهی بود و اصلا داخل شدن به اونجا زیاد هم آسان ساده نبود و متاسفانه کسایی که از امو یک گروه مشخص یا از یک، من نمیخوایم بگیم نام اسم نمیگیرم چون نمیتونم اسم اسم بگذارم سرش، شاید بگیم تنظیم یا هر چی که بود، اینا امو توانمندی که باید داشته باشن نداشتن. اگر می داشتن خوب بود که باشن، مثلا در دوران شاهی تمام خاندان شاهی در وزارت خارجه، ولی توانمندی فرق میکرد. بعد از او بعد از یک چند سال تلسم شکست در سال 2004-2005 آمد آمد جوان های تحصیل کرده آغاز شد، اما او هم یک گپای خودش داشت، در از کسایی بودن که شاید زیاد نوی باید نگودن. اما تلسم شکست واقعا مردم ما به یادم است، میخوایم میره به عنوان یک خاطره بگویم. دوستایی که وزارت خارجه تن مرمش داستن، ما وقتی که در وزارت خارجه شامل شد، ما در سال 2003 گپا بعد از سپری نمودن یک امتحانی که 130-140 نفر امتحان داده بود، 6 نفر پیروز شدیم، ما هم شامل وزارت خارجه شدیم. ولی ما وقتی که شامل وزارت خارجه شدیم، در تمام وزارت خارجه این ما به صراحت بگم یک نفر از برادرای هزار بود، یک نفر به نام زبی ناصری، آقای زبی ناصری که از دوستای خوب من است، من این فهم فعلا در کجا تشریف دارن، یک نفر بود که او را دوستا بسیار هم عزیز داشتن و هم خود از اونم خیلی شوخته بود، کسی او را آزار دادن نمیتونست، او هم کلگی را آزار میدهد و اذیت میکرد. این به این سطح یک تلسم اونجا بود و یک چیزایی بود، ولی بعدا این تلسم شکست و دوست و جوان ها بسیار زیاد آمدن مخصوصا تحصیل کرد و امتحان بسیار سیستماتیک شد. یکی دو دولهش من خودم هم جزء هیئت امتحان بودیم و جوان ها آمدن. ولی بازم میگم از لحاظ کمی خوب بود شد همه چیز، ولی از لحاظ کیفی ما مشکلات خودش داشتیم. قماندان سالاری بود، اولا بچه های قماندان سالاری بودن، مثلا رهبرهای جهادی بودن، اینا بودن. مثلا ما تا دوستا همکارای داشتیم که با دو تا بادیگارد، به خاطر از اینکه خودشان نشان میدن که ما از موتر مامورین استفاده میکنیم، از سرویس مامورین استفاده میکنیم، با دو تا بادیگارد در سرویس مامورین بالا میشدن و او بادیگارد از آن دهن دروازه استاد میشد، باز مامورین شناسایی میکرد، بعضی اوقات مامورین تلاشی ها میکرد در ایستگاه، در داخل وزارت نه، در ایستگاه تلاشی میکرد، بعد اجازه میده که داخل شد که او بزرگوارم اگر یک آدم واقعا یک آدم مثلا درس خوانده و تحصیل کرده بود خوب میفتیم، بازم بین یک غنیمت از دارد خودشم از ما بتر کم سوادتر. در سفارت خانه هم همین مشکلات وجود داشت، مخصوصا در سفارت خانه های کشورهای اروپایی ما از 100% دیپلمات هایی که تقرر حاصل میکنن تقریبا 70%ش نه آنچنانی که باید بودن باشن میبودن، ولی همه کار باقی مادرم 20% میکن و همکارای ما که در لندن هستن شاهد هستن، شما میخواب حتما صدا رو میشنون اگر لطف بکنن کامنت بگذارن که ما اگر نادرست میگم، در تمام سفارت ما در سفارت افغانستان در لندن شاید یکی بیش از یکی دو نفر نبود که بتونه مکتوب دقیق نوشته بکنه، مکتوب دیپلماتیک نوشته کنه، گزارش های دیپلماتیک نوشته کنه یا امور کنسولی رو دقیقا پیش ببره. باقی مانده بودن، لباس های خوب می پوشیدن، مردم های خوب و شیک بودن،
و من دوستشون دارم هم کاری میدم. این بخش بود که ما گفتم از لحاظ کیفی و کمیش. یک بخش دیگه که جنابشون پرسیدن وظایف مسئولیت های دیپلمات در مقابل وطن دارم. این بسیار یک باریکی خاص داره موسی نیست و دوستای عزیزی که حاضر هستن به یک نام دیگه تعبیر شده. من میخوام یک کم بیشتر باز بکنم اگر اجازه موسی نیست باشه وقت کفایت بکنم. بفرمایید. دیپلمات در قبال وطنداره خود با دو شکل وظیفه داره، مستقیم و غیر مستقیم. غیر مستقیم امو اعمال سیاست خارجی است که اون وقت که بر چون سیاست خارجی معمولا بر مبنای منافع ملی می باشه و ایره اعمال کنندهش در سطح بین المللی دیپلمات است، بنابراین به طور غیر مستقیم برای وظیفه دارد در مقابل وطن دارای خود، در مقابل کشورش، در مقابل اتباع کشورش. یکی هم وظایف مستقیم است که عبارت از خدمات دیپلماتیک قنصلی است، یعنی خدمات قنصلی است ببخشید. خدمات قنصلی هم به چند بخش تقسیم می شود، ولی دو بخش عمدهش یکی از توزیع پاسپورت و مثلا صدور ویزا و دیگه پایست که یکی بخش های حقوقی شد. بخش های حقوقی از این رهنمودای است که از استر محکمه می و او کارهایی را که سفارت میکنن من اسم محکمه میکنن که عبارت از وکالت خط است، از وراثت است، طلاق دادن است، نکاح خط صادر کردن است، سند تولدی دادن است، تذکره تابعیت تصدیق کردن است، این گپای مسائل کنسولیش. در اینجا وقتی که من در وزارت خارجه بودم بعد از اینکه از کشور بنگلادش برگشتم و در ریاست تشریفات ایفای وظیفه میکردم، دو سه بار من پیشنهاد دادم که به خاطر بهبود امور کنسولی بهتری خواهد بود که از مرکز وزارت برای کسی که مسئول کنسولی از مرکز وزارت رسما مقرر شد به عنوان کنسول اتفاقا، ولی ای چون صلاحیت های سفرا را زیر سوال می برد گوش کسی نشنید این سوال گفت بمنه. به می دلیل اکثر اوقات هم وطندارای ما، دوستای ما، افغانای عزیز ما شکایت داشتن چون در یک تعداد زیاد از سفارتخانه دیپلمات هایی که مسئول کنسولی بودن الفبای حقوق هم نمی فهمیدن. ما پیشنهاد می بود که وقتی که کنسول تعیین میکنین حداقل کسی باشه که از فاکولتی حقوق یا شرعیات فارغ شده باشه که حداقل مسائل حقوقی رو بفهمه، مثلا اصل وراثت چیز، وکالت خط چطور جور میشه، یا مثلا خود اصل وراثت چی است. ما با ضمانت میگم خیلی از مردمایی که مثلا از لحاظ حقوقی معلومات نداشته باشن شاید نفهمن که اصل وراثت چی است، چه قسم میشه، یا مثلا بعضی چیزهای دیگه، بعضی مسائل طلاق دادن چطور است، قدر حقوق، این مسائل حقوقی هست. در اینجا بازم میگم هم چیز آسیا کن بود و چیز هم گندم تر بود. با بینوان از این که یعنی عرف ثابت شده یک کوچک خاطره میگم چون این مسئله تره شده است باید باز شده. مثلا من پیشتر در رابطه به اصل وراثت گفتم همین لحظه بیاد اومد مسئول کنسولی بودم یا سر کنسول سفارت افغانستان در لندن بودم و این مسائلی که مسائل حقوقی می بود مخصوصا وکالت خط و اصل وراثت و بعض چیزهای دیگه که بربود به جایداد ها که پا میشد این رو من خودم پیگیری میکردم و این افراد اشخاص که من خودم میخواستم خودم صحبت میکردم تا یک عقل عبدی از بین نره و مسئولیت خود احساس میکردم چون در پای و سند من امضا میکردم مهر میکردم و مهرم به جیب کنسول میگوزه به خاطر اینکه سو استفاده چون مهر محکمه وارسته مهر کنسولی زید مهر محکمه است. به این دلیل یکی از وطندارای ما آمده بودن اصل وراثت تیار میکردن. در اصل وراثت دوستایی که بلد هستن میفهمن سه تا اقرار کننده لازم است و دو تا هم شاهد باید. اقرار کننده ها اقرار میکنن که ما این مرحومی رو میشناختیم و اینقدر از این مثلا دختر یا پسر ما. شاهد هم شاهد میدن که بله ما در این مجلس بودیم و همین مسئله بیان شد و اقرار کننده ها اقرار کرد. خب این مرحومی 27 یا 28 سال پیش فوت کرده بود و بررسی شال میخواستن ترکه بکنن و اصل وراثت تایید بکنن. اقرار کننده ها را وقتی که من خواستم به دفتر خود در بالا من موسیری سبت من بلد هستم به دفتر منزل سی می آمدن و دفتر قنصل هم اونجا بود که آمدن وقتی گفتم خب کیست اقرار کننده ها سه نفر نشوندن یکی از آقا 21 یا 22 ساله. من پرسان کردم که شما چند سال هستین؟ او یک کسی که آورده بودش گفت سن قانونی خواهد پورا کرده 21 یا 22 ساله است. گفتم نه خب 21 و 22 سال است، متوفا 28 سال پیش فوت کرده. او چطور میتونه اقرار بکنه که متوفا را من نشناختم وقتی که فوت که 8 سال بعد از فوت از یا 9 سال بعد از فوت از این بزرگوار تولد شده. ای خو از لحاظ شرعی، از لحاظ انسانی، از لحاظ مسئولیت وجدانی خود درست نیست. چطور میشناسه؟ یا شرعش تن مگفتم ببینین این همی یک مسئله از حق یک نفر زایی میشه، حق یک ورثه زایی میشه، ممکن همی شما یک کس را نگذاشته باشین و یه هم نشناسه.
این مسئله را گرفتن اینا شاید بسیار بالا برده باشن، ولی خوب چون قضیه مسئله بی بود، ولی به این شکل بسیار 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 مسائل بود. بازم میگم چیز گندم تر بود، چیز آسیا کن بود، تنها وطندارا نبودن، ما هم اشتباهات خود داشتیم، ما هم مثلا شاید به طوری که باید شاید رسیدگی کرده نمیتونستیم، ولی دوستا و این افغان های ما همکاری نمیکردن متاسفانه. اصلا به این که قوانین تطبیق بکنن یا تعقیب بکنن یا رعایت بکنن اصلا راضی نبود. در کشور انگلستان قوانین انگلستان مراعات میکردن، ولی قوانین کشور خودشان را مراعات. برای تمدید پاسپورت ما نیازمند از این بودیم که شخصی که پاسپورتش تمدید بشه باید خودش به سفارت بیایه دیده شو. یک قانون است که باید شخص خودش بیاید سند پاسپورت خود تمدید بکنه. خانمای خود نمیاردن، میگفتن ما خانمای خود چطور سفارت داریم. یک روز من یکشه گفتم اگر با جی پی پیش دکتر بری ام نمیبری، میری خانمت میگی که ما مریض است، اینی مریضی داره، خب پیش جی پی در دکتر انگلیس میبری خانمت که ببینه، یا مثلا با کانسل میبری که مثلا مسائل خانه و گپایتان حل فصل شده، یا مثلا به جای دیگه میبری، ولی به سفارت افغانستان نمیری که یک پاسپورتش تبدیل شود. یک همچون قضایای وجود داشت، یک همچون مسائل وجود داشت. بازم میگم کمکاری از طرف بود، یک سلسله قوانین و مقررات ما کوتاهی های خود داشت و افغان های ما کوتاهی های خود داشتن، دو طرفه بودن. ولی مسئولیت اساسی دیپلمات همی است که ایجاد سهولت بکنه برای هموطنان خود، که محسنی صاحب لبخند میزنن، یعنی معنای شاهدی باشه که نمی کردیم شما، ولی خیلی ما تلاش خود می کردیم، در شوخی میکنیم محسنی صاحب، به خدا تلاش می کردیم که سهولت ما ایجاد در کنیم. این موارد چند سوال در ذهنم آمد. جان صاحب در معرفی شما اول گفتم که دیپلمات خدم بودین، یعنی خواهش واقعا میکنم صاحب. در برنامه ها باز تعارف ندارم. یکی از کمبودی وطندارای هزاره که بدون شک یک قوم مظلوم است در افغانستان، گفتین که در وزارت خارجه فقط یک نفر بود. تا جایی که حافظه ما یاری میکنه در می 13 14 سال که در لندن هستم، 3 نفر از وطندارای هزاره را من سفارت افغانستان میشناخت. فقط سوالی که مهم است به نظر من جواب داده شد، در زمانهای شما چندین وزیر تبدیل شد صاحب؟ تا جایی که من بله در حافظه من 3 وزیر. وقتی وزرا تبدیل میشد کیفیت کاری بهبود میافت یا یک چیز را که ما کنایتا در بخش اول گفتم او بود که با تبدیلی یکی از وزیرهای بای ما تلسم شکست، تلسم شکست و آمد آمد دیگه دوستا، دیگه بزرگ، دیگه جوانای تحصیل کرده دیگه پا آغاز شد در وزارت خارجه، و ای که جوانای تحصیل کرده من خود از این معنای بهتر بودن، بهتر شدن کارا را میتونه، به خاطر وقتی که آدمای درس خوانده میان کار نسبتا بهتر میشه. خب اونجا یک مسئله دیگه هم از کور من شاید کمی بدتر بهش بپردازم، در رابطه با دیپلمات ها یک توهم ایجاد شده، ولی واقعا نمطور بود. یک تلسم بود، من یک خاطره کوتاه خودم میخوایم بگم در رابطه با تبدیلی وزیرا. من یکی از وزیر صاحبای ما در وقت که بودن، یکی از وزیر صاحبای غیر وزارت خارجه، از با یک سکرتر سیوم سفارت، سکرتر سیوم یک سفارت اروپایی ملاقات کرده بودن، و این مسئله بسیار عاد شد و برای من هدایت دادن که یک مکتوب نوشته کنم، چون معامل ملاقات ها بودم، که یک مکتوب نوشته بکنین با تمام کانورسیون هایی که پارم ذکر کرده و تمام مستند که امیر یعنی برای یک راهنمود واره باشه که چطور ملاقات های خود وزیر با تنظیم بکنه. خب مکتوب نوشته کردیم و در آخرین در پای مکتوب، بعد از اینکه مکتوب نوشته شد، خوب یک مکتوب بسیار کلان هم بود و بسیار مستند بود، در پایین مکتوب اسم وزیر صاحب که خداوند هر جای هستن جور داشته باشن، زرار احمد مقبل عثمانی بودن، که وقت زرار احمد عثمانی تخلص بکن، اشتباهاً ما اینا تازه هم رامده بودن، ما الفش فراموشم شد، نشته کردم زرار احمد عثمانی، و ایره بردیم خدمتشان، رئیس تشریفات برد خدمتشان، اینام مکتوب خواندن خوششان آمد، باقی اسم خدا هیچ متوجه نشدن، امضا کردن و مکتوب متعدد المال شد به تمام ادارات دولتی رفت. فردا یا پس فردا در جلسه شورای وزیران کدام یک از وزیر صاحبا برش گفت که مبارک باشه که حال ضرر شدی، ای آمد بسیار حسابش خراب با وزارت خارجه، و رئیس تشریفات خواست، رئیس تشریفات آمد رنگش کاغذ بر سفید پریده و مرا گفت که نام وزیر صاحب غلط نوشته کردی، اشتباه تایپ کردی. میدم کالی خو من هم یک آدم بواسطه و یه پاله بودم، چیز نشه، من معمولا کرتی خودم میکشیدم،
و با موپیران و نکتایی میگشتم. کرتی خودم پوشیدم رفتم بالا به دفتر وزیر صاحب. اونجا سکرتر وزیر صاحب، یک دو تا سکرترهایش از سابقه بودن، مرا به وزارت خارجه به کنیه سیادت صدا میزنن. سه بوده پوانتون هم آمده بوده دانشگاه، مرا شاید به نام عاطف کمتر بشناسن، به مسئله سیادتی صدا میزنن. مرا گفتن که، گفتم ولی صاحب میخوام ببینم، گفت ولی صاحب مصروف است. گفتم برین به ولی صاحب بگو که امو کسی که نام تا ضرر نشته که مو آمد. که داخل شدم، خب که در آمد پس رو بیاین. داخل شدم، جناب زرار احمد عثمانی عادت داشتن که از پشت میزشان بلند میشدن بیرون میبرامدن، با دیپلمات با هم کارمند وزارت خارجه دست میدادن، سلام علیکم، جور پسانی و گپا. برآمد بیرون همراه ما دست داد و ما برش گفتم که بسیار معذرت میخوام، چون متن بسیار عمیق بود گپا، ما اشتباه کردیم، اشتباه تایپی بوده. و ما به اونجا برش گفتم که ما قضیه رو گفتم که ما نه واسطه دارم، نه وسیله، نه با کدام تنظیم، نه با گروه ارتباط دارم و این شکل با وزارت خارجه آمدیم. گفت که قبل از اینکه تو بیای مده این مورد بررسی کردم، دیدم اگر او یک شکل میبود که تو در اینجا آمدام نمیتونستی. خب ولی بهبود کاری ایجاد شد. یکی امو که گفتم امو وزیر صاحب که تبدیل شدن، ایوال شدن، رفتن در وزارت خارجه، کسایی بودن که 5 سال 6 سال بود که در بیرون بودن و کسایی بودن که هیچ اصلا مقرری وجود نداشت، ولی با امو رفتن امو وزیر صاحب تلاتی شکست و مقرری بیرونی آغاز شد و مردم ها به بیرون مقرر شدن و دیپلمات ها ایوال شدن. 3 سال 3 سال یک قاعده شد، یک اساس. این اگر ما تانسته باشم که به او مسئله که شما گفتید پرداخته باشم، یعنی بله بسیار اوقات تغییرات مثبت و منفی می آمد. من تعالی نمیگم مثبت، با رفتن وزیر صاحب و آمدن وزیر صاحب جدید تغییرات مثبت و منفی حتمی بود. این بخش مسئولیت ها و بود. ولی بخش دیگه که بخش سیوم بود، گفتید ضرر مکتوب های به جواب شما خیلی بخش مهمی بود. ضرر مکتوب های به جواب، اگر در بله قسمت دوم شروع کنیم. دوستای بزرگوار، شما برنامه را خواهید شنید و در مورد فرمایشات عاطف صاحب قضاوت میکنین، همچنین که خودشان تأکید کرد. من تأکید میکنم که سر ما انتقاد کنین. اگر تصور میکنین در حق کسی در بیانات عاطف صاحب اجحاف شده، بدون پرده و تعارف میتونین در کانال یوتیوب بنویسین یا در فیسبوک رادیو کتاب. و امیر قم بسیار تشکر عمیق میکنم از انجینیر صاحب احمدی که الحق و الانصاف عاشق قرآن است و همه عشق باعث میشه که ایشان به صورت عمیق و عاشقانه به قرآن بپردازند. ضمن عرض تسلیت، به خاطر جنگ های ممتد در غزه و لبنان به خانواده های شهدای از اینا و محکوم نمودن اعمال وحشت آفرین دولت تروریستی اسرائیل، میخواییم بگوییم که رادیو کتاب به این قضایا از منظر انسانی نگاه میکنه. آخر هر جنگ مذاکره است، آخر از این جنگ هم مذاکره خواهد بود. پیشنهاد ما به عنوان انسانهای بیطرف در این جنگ ای است که از جنگ دست بردارین، کمتر انسان بکشین. به دو دلیل، یکی ما در افغانستان تجربه داریم که خون زوراورترین چیز است و قدرت ها را میشکنه. دومی که خونریزی کینه تولید میکنه، کینه بر سالهای ممتد و عمر هر دو طرف، هم یهودیا و هم مسلمان ها را هدر میته. و آخرین تذکرم، میفهمیم که در گوش فرعونی نتانیاهو نمیرسه، ای است که تو به دلیل از این جنگ ادامه میتی که خودت یک خائن مالی هستی بین یهودی ها. به صراحت میگم که متاسفانه در دنیای اسلام حاکمای متهم به فساد مالی بسیار زیاد است، ولی در تاریخ یهود تو یگانه نخست وزیر متهم به فساد مالی هستی. از این قدرت، از این مالای دزده شده دست وردار، کمتر خون ریزی کو. یقینا هر دو مردم یهود و مسلمان با اتکا به متون مذهبیشان کنار هم جور می آیند. سابسکرایب، لایک و انتقاد فراموش نکنید. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.